سرخط خبرها. آمادگی عراق برای رویارویی با حمله ترکیه. کشته شدن بیش از 40 مزدور خارجی در اوکراین. پاسخ دندان شکن روسیه به برخورد زشت اروپا و آمادگی کامل سوریه برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه. مشروع اخبار. آمادگی عراق برای رویارویی با حمله ترکیه. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از المعلومه، جمعه عناد وزیر دفاع عراق در سخنانی درباره حملات ترکیه به خاک کشورش اظهار کرد. ارتش عراق قادر به ممانعت از هر گونه تجاوز خارجی و حفاظت از خاک خود است. وی گفت ارتش عراق توانایی مقابله با نیروهای ترکیه را دارد و میتواند آنها را وادار به توقف تجاوز به عراق بکند. اما ما منتظر نتایج راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک هستیم، چرا که جنگ فقط ویرانی و قتل و کشتار برای ملت‌ها به همراه دارد. جام اناد در ادامه تصریح کرد اوضاع در مرز ترکیه و عراق بسیار خطرناک است و ما در شرایط کنونی در حال تقویت نیروهای گارد مرزی و تجهیز آنها برای مقابله با اقدامات پی‌پی‌کی و پایان دادن به حضور ترکیه در عراق هستیم. کشته شدن بیش از 40 مزدور خارجی در اوکراین. وزارت دفاع روسیه تصاویری را از حملات بالگردهای نظامی ارتش این کشور به نیروهای اوکراینی پخش کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی روسیه الیام، وزارت دفاع روسیه تصاویری را منتشر کرد که انهدام یک مرکز فرماندهی نیروهای اوکراینی و استحکامات این نیروها و نیز شماری از تانک‌ها و خودروهای زرهی آنها را با استفاده از بالگردهای تهاجمی K-52 نشان می‌دهد. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری یونیوز، وزارت دفاع روسیه از کشته شدن بیش از 40 مزدور خارجی در حمله موشکی به محل استقرار موقت نیروهای خارجی در اوکراین خبر داد و اعلام کرد بیشتر آنها تبعی لهستان بودند. پاسخ دندان شکن روسیه به برخورد زشت اروپا. ایوان بولینکین، مدیر بخش کنسولی وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که با توجه به اقدام‌های غرب در صورت نبود امکان برای شهروندان روسیه در اخذ روادید شنگن، مسکو یک سناریو را مد نظر دارد. این دیپلمات روس اشاره کرد که وزارت خارجه تماس‌هایی از اروپا مبنی بر توقف صدور روادیدهای شنگن برای شهروندان روسیه دریافت می‌کند و اغلب چنین درخواست‌هایی توسط سیاستمداران یا شخصیت‌های عمومی روسیه هراس صورت می‌گیرد. و آمادگی کامل سوریه برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه. به گزارش اینا از خبرگزاری اسپوتنیک، در این بیانیه که تارنمای اینترنتی ارتش سوریه و از زبان سخنگویان منتشر شده، آمده است که با افزایش تحرکات ترکیه در خاک سوریه در دو روز گذشته، تأکید داریم که ارتش ما برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آنکارا و گروهک‌ها آماده است. خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که ارتش ترکیه تجاوزات و حملات خود به خاک سوریه را از سر گرفته است. به گزارش این خبرگزاری، اطراف روستای تلزیبان در 15 کیلومتری شمال غرب شهر القامچلی توسط یگان توپخانه‌ای ترکیه هدف قرار گرفته است که در جریان آن یک سوری مجروح و خسارت مالی به بار آمد و موجب آوارگی چند خانوار شد. در حالی که ترکیه مدعی است که حضور نظامیانش در شمال سوریه با هدف جلوگیری از تهدید گروه‌های کردی است، دمشق این اقدام را اشغالگری می‌داند. دولت دمشق در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت نسبت به قصد ترکیه برای حمله نظامی در خاک سوریه اعتراض کرده است.